سلام بیقیدم، خیلی خوش اومدید به واینر سرای بیقید. امروز یه مهمون ویژه داریم، بازیگر و هنرمند خانم مریم امیرجلالی. ما هنرمند نیستیم، ما هنریمون کجا بوده؟ نه خانم، اختیار دارین، شما هنرمندی. نظرتون راجع به کار من چیه؟ نمیدونم چجوری بگم، خدا کن استغفرالله، از خدا، فوق‌العاده است، خیلی زیباست، خیلی زیبا. ممنون ازتون، خیلی لطف داریم. بریم با هم ویدیوهای، اسم ویدیو رو چی بذاریم؟ سوتی‌های مریم امیرجلالی. البته سوتی که نیست، ولی هر چی ایشون بگه. بریم با هم ویدیوهای خانم مریم امیرجلالی ببینیم. خودتون هم تو ویدیو هستین دیگه. من به شرطی کار میکنم که اسمم یا و زده بشه یا با حضور زده باشه. چشم، حالا دو نفریم دیگه، اسم جفتمون میخوره دیگه. وقتشه. اینم بگم، من ویدیوها رو ندیدم، فقط تیتراش دیدم، عصبانیت نوشته شده، دانلود کردم. چیزی تو دلش نیست خانم امیرجلالی؟ ببینید که من یه آدم حاضر جوابیم. وقتی میبینم یه نفر نه شناخت رو من داره، نه میدونه اصلا من کی هستم، کجا هستم، و اینقدر احمقانه میاد حرف ناجور و ناپسند میزنه، من باید جوابشو بدم. من این جوابشو ندم اون شب ناراحتم. اونایی که با عشق میان با من حرف میزنن، با عشق جوابشون رو میدم. بعضی اوقات میان توی صفحه به من میگن خب این بنده خدا چیزی از شما سوال نکرده بود که اینقدر تون جوابشو دادی. یک کلام اگر تون با من صحبت بکنین، حرف نارب بزنین، حرف ناجور بزنین، بلا فاصله بلاکین. اینو از الان بهتون بگم، سعی کنین تو پیج من میاین محترمانه صحبت بکنین، با احترام صحبت بکنین. بی احترامی کنین بلا فاصله بلاکتون میکنم. اینو گفته باشم. چه عصبانیت شدیدی. بعد اون دخترشون بود فکر کنم، بقل لستش داشت، با کی صحبت داشت، کامنت ها رو میخوندی همزمان داشت، بعد تا عصبیش میکنین که خدمت رو عرض کنم که شباهنگی تو برنامه‌مون بانو جان در مورد شوخی و جنبه صحبت میکنیم. ولی با شما شوخی میکنن ناراحت میشین؟ من که خیلی جنبم بالاست، من خیلی دوست دارم اتفاقا. منم جنبم بالاست، شما جنبت بالاست، منم جنبم بالاست، پس در نهایت همه جنبشون بالاست. خب مثلا که چی؟ آقا جان، ما از این قرار نبود الان بیاد، بیدا نیستیم که از این بادا بترسیم، ما قدیمی هستیم قربونت برم. ماشاءالله. بیا سعید، بیا، خوب نترسیدم، بیا یه بار دیگه، بیا یه بار دیگه بترسون ببینم چجوری میترسونی. مرس. برای چی قهر کنم؟ مثلا که بترسید خیلی. به هیچ عنوان این کارو نمی کنم، چون انقدر شما بر من عزیز هستین که اگه صد تا از این با شما نبودم، اگه صد تا از این آدم های ترسناکم می آوردین داد می زدن، باز من همجور سور اینجا می شستم و می خندیدم. خیلی مخلصم. من شباهنگی رو دیده بودم قبلا، کاملش دیده بودم. کاملش ببینید، یه خوره عصبانیت های خانم امیرجلالی بیشتر میشه جلوتر که میره. یه جایی واقعا میترسه. حالا خودم حامدم تو جمعیت نگاه میکنه، یه لحظه همه میخندن، میفهمن داستان چی. بریم ویدیو بعدی. ایده باید شاد باشیم. آره ایده شب قراره که شاد باشیم. با ملایمت بگی. والا چی بگم، مرغ چرا انقدر گرون شده؟ خیلی گرون شده واقعا، وس آدم نمیرسه انقدر پول پای مرغ بده. با عصبانیت اینو خوب بلده. قبلش اصلا دست نیزن داره، اینو حال بده اونجوری که حالا من نمیفهمم اینا خجالت نمیکشن؟ نه اینک برده، این کاسب خجالت نمیکشه؟ راحت آسان اینک من چی بردارم؟ به اینک من چی کار داری؟ من دارم در مورد مرد صحبت میکنم، شما یه گیر داد بیایی به اینک من. بس کن آقا، قشنگ از زبانیش درست بود آقا، خیلی خوب بود، عالی بود، عالی، انگار جدی بود. ولی بوم اومد تو تصویر یه بار دیگه، باید بازی کنه، تکرار میشه. ما ندیدیم بوم فلانش. ببینی شما هم دارین عصبانیت منو تکرار میکنه، وقت مردم میگن اصلا این جنسن اصلا عصبیه. این آقای لولایی اصلا کلن نه نگاه کنی خوب بود، ولی اونجوری نبود که آدم حال کنی.
دیگه آقای لولایی میگن تکرار کنید، دیگه باید تکرار کنید. کارگردان آقای لولایی. الهی درد بی دوا درمون بگیری. نه جلو نیام بگو. جلو نیا چی خب؟ جلو چند آدم هم میخوای آبروی حیثیت من بری کم تو خونه عذاب میدی؟ جلو چهار تا آدم میخواد آبروی حیثیت آدم ببری، بس کن دیگه. به افتخارشون خوب بود آقای لولایی. من واقعا تاشو نفهمیدم واقعیه یا غیر واقعی. خیلی خوب بازی میکنه رسولی. نام منو ببر آقای رسولی. آقای رسولی چند دفعه من باید نام شما رو؟ آخه نام شما به چه درد میخوری که من نام شما رو ببرم؟ شما عصبانی هم که باشی بازم دوسته. شوهر جان قربونت برم، تو که میدونی فدای تو بشم من عصبانی هستم، تو دیگه چرا این حرفو میزنی؟ من عصبانی هم، تو منو دوست داری؟ شده سلطانی تو که منو دیگه میشناسی فداچم. حالا اونایی که میان این حرفا رو میزنن که شناختی از من ندارن. آقای فقانی میشناسین؟ داور بهرن، داور ایران که خارجن جز آوردن. سلامشون. من سلام عرض کردم خدمتتون. آقای فقانی خیلی معروفن که خب من مگه ورزش قربونت برم؟ مگه من تو کار ورزشم؟ من دوستشون دارم. خب منم براشون بی نهایت احترام قائلم و دوستشون دارم. به عنوان یک کسی که تو این یک ایرانی که تونسته مقام آنچنانی کسب کنه و برای ما ایرانی ها افتخاری. رسولی رو یه بار دیگه نام ببرید. شما مذهبی شدین؟ شما مذهبی شدین مثل من؟ دیدین چند بار من نام بردم؟ حالا مثلا من نام ببرم چه اتفاق میفته؟ رئیس جمهور کیگا هستم مگه من؟ که حالا اسم شما رو بگم اتفاقی میفته؟ خانم امیرجلیلی خودتون نظری ندارین راجع ویدیو؟ اینا رو این مردم از کجا در میارن آخه؟ چقدر بیکارین، خوش به سعادتتون. خانم خودتون تو برنامه بودین، تو ویدیو بودین دیگه، خودتون بازی کردین. بالاخره یه موقع آدم کار میکنه، خسته است، یه چیزی میگه و بعد که به خودش میاد ببینه که خب اشتباه کرده. بریم ادامه ویدیو. ولی اگر دو دوز واکسنت زدی؟ سه دوز زدم آقا. مگه نمیدونی من 80 سالمه؟ مگه تو نمیدونی؟ آخه شما گفت تو الان سنتونو نگفته بودین، تو الان نگفته مجید بودین. مجید تو چرا دیگه این حرفو میزنی؟ من تمام برنامه‌های تلویزیون زنده رو گفتم متولد 1326 و 29 آذر ماه هستم. بحب. هیچ ابایی هم ندارم. الهی دورتون بگرد. خانم جلالی چه واکسنی زدین؟ عزم بزرگ شما که فایزر که به ما ندادن. یه برکت مرکت بود که خب خدا برکت رو تو سفرمون گذاشته دیگه، اون برکت رو نمیخوایم بزنیم. دو تا سینوفارم زدم. خب سومی رو چون عازمم دارم میرم گفتن سینوفارم کانادا قبول نداره، آسترازینکا زدم. آها خب بعد اینا به هم دیگه جور در میاد سینوفارم؟ حالا دیگه جور در نیاد دیگه، میشه هفته بیجار قربونه. اینم یه لایوی بود که فکر کنم چند هفته پیش بوده پخش شده بود، جالب بود. ببین این باهار میخواد تو رو درگیر کنه. من ببین دشمن اونی که دوست اونی که آدمو بگردونه، نه اینکه این آدم بخندونه. اینم سوپ طرف عادت کرده که همه رو بخندونه، ولی دوست واقعی اونی که آدمو بگردونه. نخور اگه این فردا من بخوا... من اینو دوست ندارم، اونو دوست ندارم، اینا فلور جونا. اون دیگه به خودمون مربوطه. نه من عروس مادر زنی نگفتم میخوام لیمون بخورم، انتخاب کردی دیگه. اون دیگه به خودمون مربوطه. نمیگم با دیدن این ویدیو تصمیم گرفتم که برم بشینم کامل شام ایرانی های اون قسمتی که خانم امیرجلیلی بوده رو ببینم. خیلی باحاله، میرم میبینم کاملشو. عزیزان اینی که من دارم میگم این نگین این چقدر میشه، اون چند تا چقدر تعدادشه. خودتون تعداد نفرات منزلتون مشخص چند نفر هستین، میدونین به اندازه اون. حال من یه مقداری میگم که چقدر، ولی خودتون هم به تعداد نفراتتون میتونین. ببینین من چشمی ادویه میریزم، حالا چند قاشق مربا خوری، چند قاشق غذا خوری، من ایناشو تا حالا این کارو نکردم. زردچوبه اضافه میکنین؟ من اینکه دارم تون تون به شما توضیح میدم به دلیل اینکه واقعا وقت ندارم. من مجبورت کردم بیا آموزش بدی. خب اعصاب نداری آموزش آشپزی نده خانم امیرجلیلی؟ اینجا هم هست نمیتونم زیاد بگم. او من مجبورت کردم پیج بزنی، من مجبورت کردم بیا آموزش آشپزی بدی. ببخشید سن من 72 سالم است. ماشاءالله متولد ماشاءالله برای بچه‌م
برای دامادم، برای نوه‌هام، دلم تنگه، بلیتم گرون شده، نمیتونم دیگه برم. با اینکه اونا میگن اصلا تو فکر اونم نکن، خودمون بلیت برات میگیریم، ولی دلم نمیخواد که اونجا اینجوری نیست که بشینن از آسمون براشون پول بباره. باید زحمت بکشن، کار بکنن و منم راضی نیستم که اونا کار بکنن پول بلیت منو بدن. با حقوق بازنشستگی مگه میشه بلیت خرید؟ نه، اصلا به حقوق موقع ولش کنیم. من امیدوارم یه بلیت خیلی جان به موقع هدیه داده بشه به شما و برید فرزندانتون ببینید. چی هدیه بده؟ من نمیدونم من چی. من نمیدونم واقعا. بله. تو رو خدا منو گیر نندازی، من یه دعا کردم. سر کار میری قسط آخر تو تهیه کننده، الهی با امید تو. من داشتم دعا میکردم. که چی؟ دعا میکردم که خداوند لطف بکنه هدیه‌ای به شما برسه که شما راحت بتونید فرزندان عزیزانتون رو نزدیک ببینید، دلتنگیتون برطرف بشه. آخه الکی به این از همون حرفاست دیگه. شما یه چیزی بگید من آمی. عجب حسابدار. خب شد برای من کار. عجب حسابداریان. حرفا میزنی نا؟ غلط کردم نه دور جون مختصر دور جونی قانع شدم دور جون آقا یه چیزی بگو یه جونی قانع شدم که دیگه فقط از شما درخواست میکنم بریم خاطره بعدی رو ببینیم. من واقعا یه طرف هم نگاه میکنم واقعا راست میگه، دعا کردن اونا علکیه، ایشالله خدای بیدیتی برسونه که نشد دعا کردن. اشکم در من قشنگ ترسیدم جا آی علی مردانی، وای خیلی خوب بود. دعا کردنمون عجیب غریبه، نمیدونم چرا اینجوری دعا میکنیم. ان شاءالله بیدیتی حواسمون میاد. راست گفتش واقعا، آدم روکیه، خیلی خوشم اومد. شما رو میگم. خب بخش پایانی ویدیو رسیدیم. مرسی که ویدیو دیدین. خانم همه جلی واقعا افتخار دارین تو ویدیو منده بودین. حرفی چیزی در دارید؟ ما هنرمند نیستیم، ما هنریمون کجا بوده؟ خانم شما خیلی فروتنین، بس دیگه تو رو خدا نگید. حتما این ویدیو رو لایک یا دیسلایک بکنین، کامنت بذارید، نظر بدید، کانال منم سابسکرایب کنید. پیج اینستا میذارم اینجا، واین کار میکنم، دوست داشتین فالو کنید. تا ویدیو بعدی، خدافظ.